کار میکنه که دوستان کسایی که کارتای آبی داره اونا را سر شک تصمیم میگیرن. ولی ببینید امروز ما پلان داریم کمی کسایی که کلوز هست تمام کاغذ های زیر ما جمع میکنیم یا کسایی کارتای آبی دارن ما فایل جور میکنیم. 500 نفر میشه، 1000 نفر میشه، 2000 نفر، ما این فایل کلان جور میکنیم در پشت مکتوب خواهی ناشته میکنیم که پیش نظر کلتان اینجا تطبق میکنیم، در دوستان تسلیم میکنیم، از پشتان رسید میگیریم. ولی ما این نمی پروسه ختم نشد با وقتی میشینیم که برای شما مسیج بیاید که بیا کارت بگیرید. اگر شما به این خوش باشین که ولی این کارت ما داد کار مخلا شد دیگه به خیزه برید، نه، به خاطر گوش کنین که ما شما رو تجربه داریم، به خاطر که ما شما رو اجابت کنین اینمی از کاغذ ها که تایی گرفت بازه اون تفیلانی انداخت برمشتار. ما باید وقتی که دادیم دگام دیگه اینجا زیادتر باشیم که تا که ما اون کارت ما رو گرفتی جوابش نبیه ما دیگه جریل نمی کنیم. حالا خواهمدیم که تو خضور در فشار آمد که کارت ما گرفتی، حالا تو چی میگیم؟ چه تفیلانی میمدی و جواب میگی؟ پس اینمی جواب های ازواره بر تمام اینمی مردم در کلتان در زیر از اون واتساپ نمبر های کنش کنم در اون واتساپ نمبر باید زنگ بزنن بر شما تایم بتر در این زیاد بیا کارت کنم یا مثلا کارت آبی که داره بر از اون زنگ بزنن بیا کارت قبولی کنم. نمانه مسئله کسایی که کارت دارن و بر از اون ما و شما چندین بار گفتیم که ما سپورتر میخواهیم وقتی که یا میگن که ما ریستلمنت با ما محدود است، ریستلمنت مثلا بر ما یک سهمیه است، ما نمیتونیم. خب این یک جواب منطقی از جاست. اگر ما شما سبار فرزند یک دکل چه سبار در آی کود هم سرازی آریزه کنیم لکود پیشون را کستاد شده و نمایندگی از شما مرا کنات میکن قاقض اخت میره میگین از جنوا به ما اینه 300-200 نفر سهم آمده سهمی آمده ما داریم از این بیشتر من ندارم. خب ما کمام یک دکل اما کمام میگه که راست میگه دیگه شما از چیزی میخواییم که غیر منطقی است. ولی ما از اینا میگه ما رسیتل من نمیخواییم برای ما کسایی قبول شده هستیم همون سفارت را که میخواییم برای دو قاغذ بته برای دو ریفر کن مرا دمو جایی که ما میخواییم که معرفی کن که اینمی ریفوجی هست مستحق هست اینمی رسیت بعد از اون ماشا که تجو قاغذ های خود میری پشت سفاره سفارت ها کلشان آغوششان بازی ولی وا خواستشان چیست اینمی لیتر اینمی لیتر که ببریم باز اگر مثلا نشد باز میتونیم که بریم کته سفارت کانادا یک چند نفر بشینیم گپ بزنیم که این مردم شما 20000 نفر که شما خواستید خود 5000 شدی چه 3000 شدی چه 1000 استرالیا بگیرید 3000 آمریکا بگیرید پول همشان شما خبر دارن که در یک شب گذشته پریش هست 15000 افغان از میدان هوایی کابل بود حالی در 15000 بوده نمیتونم وقتی میتونه کن تو مثل مردم زیر پای شد گشنه خواه کرد در میدان هوایی چی روزگار مردم در میدان هوایی کابل بیده خبر دارن که طفل زیر پای شد پنج روز من خبر دارم دوستای ما که روز امریکا رسیدن میگم نان چطور میکنین که خلطا نمیرسی میگم این روز پنجم اسما گشنه است ولی بالاخره چی شد این تیارا واسد کلشان امروز در جنگا در امریکا هستن در کنفرنیا رسیدن بنده دارن اونجا مردم استقبال شان کرد این حال او که طفل خود زیر پای کده گشنه پنج روز تیر کده شما را شکر که درایتان خودتان همه که نعمت دارم که نانتان عبتان کل چیزتان در وقت میرسه گفته همون یک دوست ما بود میگه همین شهر روز خود خانه ما همین نان کمی جمعی خورم نیست قدر چی میکنیم دیگه ما شما دیگه خانه بریم دی گرمی در جای در خانه تا ملک یکی تا فکر نمی کنم ایسی داشته باشه این همی جستیم بین خود هستیم و خاطر حق خود و خاطر از اینکه باید نه اگر نمی نتیجه از این کار چی خواب شد وانم کاغذ اکای ما رو گرفت من خبر دارم هزارا تا عریضه ما تو در این همه تو بسته شده رو پردانی انداخت کدام ایمیل شما جواب داده شده ایمیل ما یک روز یک روز ما کتران بس کردیم که شما هم ایمیل ها کجا میره شما منطق گوش کنیم ما 20000 مهاجر داریم میگه ایمیل کنیم یک نفر و یک ایمیل آیدی کدام منطق قبول میکنه که 20000 حداقل 2000 ایمیل روز میاد این 2000 ایمیل کی جواب میده دروغ است و نموج میادم تراست این بخت نمیده یک برای حال از نار کارت میدن و کسایی که رجکت از یار پرد در جای از آمشان چی فایده؟ نه سکنین لطفا از طرف خود تحلیل سابقه را نکنید تحلیل نویست که ما هیچ کس انترویو نمیتیم چی انترویو میتیم؟ چی پروسی داریم؟ هیچ انترویو وجود نداره هیچ مصاحبه وجود نداره به خاطر که انترویو ما را جامعه جهانی داد انترویو ما را عمل طالبان داد چرای که ما میگفتیم راست انترویو دیگه نیست مستقیم نظامی هر کس که افغانی که من ثبت نام میکنه
حالا مردم روهینیا در مملکت چون جنگ شد اینا میجا آمدن دعوا کردن. حالا هر این دو سال است که هر روهینی دیجمه روز سوم اول یک بار سوم روز سوم کارت شده نه مصاحبه داره نه که بیو داره نه برای حال میکنه. ما شما این گفت نیست که باید بیشینیم که هر ما مصاحبه داره هیچی گفت داره قبول نداره اینجا سیستم کارت که نمیخواد سر آمده لطفا مقاومت کنین همسایه هایتان هر کسایی تاز بخواهیم آیا چیز دیگه براتان بگه پولیس این کلانه هایش کل شما از شما این مقاومت میکنن به شما استاد هستن این و این نسته ما خلاف قانون من همین ریسیپی من بطا میگه ما شما رو احساس کردیم به او خطر اجازه میکنم حتی اگر میگه کنی پوست ما من دیست من برای ما برکت شما هست پس از این امکانات چرا استفاده نمیدیم امروز ما از طرف شما یک تصدیل پولیس من تقام نداشتیم فقط مقاومت کنیم مقاومت کنیم مقاومت کنیم رئیست میگه ما نشیدیم بشینیم کاره کنیم بشینیم بایدیم کاره بشینیم بایدیم کاره بشینیم بایدیم کاره بشینیم سلام علیکم هموطن عزیز خوب هستین جانتان جور هموطن عزیز همینجا تمام دوستای ما جمع شدن همه گیتان بیاین امروز حاضر شوین امروز بعد از چاش تمام کسایی که سایشان کلود است کسایی که کارت آبی داره همه گیش جمع میشه بر یونیسیار داده میشه و انشالله به زودترین فرصت همه تان کارت ریفوجی را میده و امروز همه گیتان حاضر شوین امروز بیاین کارتای دانه تسلیم کنید. امروز سومین روز است. امروز روز سوم است که ما اینجا جمع هستیم. امروز سوم است و هستیم تا که نتیجه خوب بگیریم. شاید دوام کنه این کار و مقصد امروز که گپ ما را قبول کردن که سای کلوز و کارتای آبی را امروز تسلیم میکنیم برای کارت. ولی هم بدون با کارتتون بیاییم. خودتون بیاییم. دوار نکنیم کارتون. آها کلش باید خود بیا خودشان تسلیم میکنیم. دوستای سومین روز تظاهرات افغانان به خاطر تعیین سرنوشتشان در دیهلی روبروی دروازه نشیار هری تو کاکا دی من تو بی انسان نفر من صافی زیب برای افغان ما چیزی گفته این داشته باشی برای افغان ها گفته نیستم که بیاین بیاین حضور پر رنگ داشته باشن و در حضور پر رنگشان خواستای خود مکمل از اینمینجا بخواین خواست اینمینجا خواسته میشه دروازه ای که بر ما و شما حق ما را باید بده اینمی دروازه است لطفا حضور پر رنگتان داشته باشین دوامدار داشته باشین از خشونت از وایلنس از خشونت کار نگیرن فقط مسالمت آمیز اینجا جمع شون و باشن تشکر شکرم خانم شاب معاون کمیته انسجام لایو کمیته انسجام از چیزی که گفتنی داریم برای افغانای ما دیگه گفتنی است گفتنی تیر است که امروز روز سوم اعتراضات مردم از دادخواهی است به خاطر که جمع از مهاجرین کارت به استخوانشان رسیده سالیان سال همه منتظر هستند او پیداد که کارت ریفوجی به دست دارن که فکر میکنم تا 15 16 17 سال هم از همینجا زندگی میکنن در حالت بسیار فقر ناتوانی گرسنگی و بیکاری زندگی میکنن و کسایی که کارت ندارن که بیشتر از تقریبا 13 14 هزار نفر است که کارت ندارن اسایلم سیکر هستن و اینا هم در یک زندگی نامعلوم تاریک به سر میبرن
و بعد از 5 سال 6 سال 7 سال رجکت میشن دوباره که اینا باید دوباره به کشور برگردن. متاسفانه در وقت برگشت خود اینا مجبور هستن که یک مقدار پول هنگفت را به عنوان جریمه و افاره رو باید بپردازن، در حالی که یک خانواده این شما میبینید که اینا نان خوردن خود ندارن، در حالی که اینا نان خوردن خود ندارن، هر نفر فی نفر 50,000 کم داره. اینا از کجا میتونن که یک حداقل یک کامل افغان 5 نفری است؟ اینا فکر کنید که هر نفر از این وقتی برگشت به افغانستان 50,000 بوده، این گپش از بودی بلک بالاتر میره. افغانستان شرایط خراب است. بله افغانستان شرایط خراب است، برگشت بله وضعیت خراب است و اون وضعیت مستقیم که فعلا کاملا وضعیت چند شده در افغانستان و کل ما این بسیار واضح و روشن به کل دنیا معلوم است که تمام دنیا به حال افغان ها دل میسوزنن. وضعیت دوباره رفت به کام مرد، به جهالت، به بربریت دوباره برگشتن. تاریخ افغانستان همیشه شما میبینید که عقبگرد تاریخی داریم ما. متاسفانه که نمیخوام جای یادواری نیست، اما حقیقت است به خاطر که ما اکثریت مردم ما مردم اصلا که سطح آگاهیشان بالا نیست و از امو یک اندیشه که واقعا اونا بتوانند تمام مسائل خوب فکر کنند به قانون به حقوق اینا هیچ آگاهی ندارند و اقلیتی که اینا را میفهمند اینا بسیار کم هستند. به مو خود است که وضعیت ما خراب است که الان طالبان حاکمیت مطلق دارند در افغانستان و بربریت باز هم ادامه داره قانونشان. این گپ مستقیم سر مهاجرین تاثیر منفی کرده. تعداد زیادی از مهاجرینی که بالاتر از 22,000 نفر تقریبا شما در هندستان مهاجرین هستند، اینا یک تعداد اینا خانه کرایی مثلا داشتن، نوکان داشتن که از اونجا به شکل اشکال توسط فامیلایشون اینجا تمویل میشدن، اما کاملا فعلا دیگه تمام راهها بسته شده و اینا هیچ نوع عایداتی غیر از این ندارن. کرونا از یک طرف سر مهاجرین فشار آورده، از طرف دیگه وضعیت افغانستان کاملا تمام موضوعات اقتصادی رو درش بسته کرده برای اینا. فعلا اینا هیچ چیز دیگه ندارن و تمام مردم بالاخره کار به استخوان رسید و به این نتیجه رسیدن که باید دادخواهی بکنن، دیگه خاموش باید مانده نتونن. و دلیلی که چرا دفتر یونیسف اینا رو به این حالت تا بالا نگه داشتن و چرا به کسی از اینا رسیدگی نمیشه و صرف هم تمام جامعه جهانی این گپ مورد حمایت خود قرار داده و گفته که تمام ریفوجیایی که در کشورهای به جز دو کشور تحریم شده دیگه کل کشورها رو گفته باید قبول میشن، اما چرا قبول نمیشن؟ دلیل این یک کاتگوری کلان است که اینا همگی چقدر شده و عمو کاملا فلتر شده هست و از هر نگاه میشه نیروی بشری است که همه چیز دارن، درس خوندن، تحصیل دارن، اولادایشان، اما چیزی که ندارن سرنوشت است، او دارک است، هیچ معلوم نیست، هیچ معلوم نیست سرنوشت از اینا به کجا میرسن و مثل از ایست که در یک زندان اینا زندگی کنن. از تمام حقوق ابتدایی انسانی خود اینا برخوردار نیستن متاسفانه و تصمیم همین شد که باید اینا به تا وقتی که سرنوشت معلوم نشه اینا به این چیز ادامه خواهد داد. Gracias.
بیا پیام دیگه داری؟ گاز خونا نمیداد. من داری میداد. آره. این آقا عمجا غنی پیام جدید برای موجین افغان داریم. دوستای عزیز سلام. قرار که شما شنیدین ما امروز استیپ بعدی هم داد خواهی ماست که ما همو خواستایی که از این چهار داشتیم اونها را کبر برشا تسلیم میکنیم. یعنی اونها بابا کمک فکر میکنم که چراغ سبز داده بودن که ما دو خواست ما را که یکی مون کسای کلوز و دیگه تمام ارکان را کنیم. از بخاطر این شرایط فعلی افغانستان رو جمع میکنم. ما میره فایل میکنیم، تمامش را جمع میکنیم، همین مردم را کارتاش را نمادین برشا تسلیم میکنیم. جواب برای ما برسد. ولی از تمام مردم که در هندستان مهاجرین افغانی که نه تنها مهاجرین، هر افغانی که در زندگی میکنه از این بابا یک مهاجر است، چون راه برگشت به افغانستان نداره. پس بیاین به این کاروان بپیوندین. کل ما شما باید همین حق بگیریم که ما باید ریفوجی شویم، ما باید سپورت لیتر بگیریم، ما باید از طرف امداد و سفارت خانه معرفی شویم. و این خواست شخصی هیچ کس نیست، همه که به خاطر خود سرنوشت خواهد. و واقعا از پلیس هندستان، از دولت هند تشکر میکنیم که بسیار حمایت کردن تا امروز با وجود شرایط کرونایی که حتی از 50 نفر زیاد در محافل عرصیشان اجازه نیست و ما با هزاران نفر تعامل کردن و حتی خبر شدن که بعضی پلیس های رتبهشان با ریسک از دست دادن وظیفه خود ما را درک کردن، حمایت کردن و میکنن. امروز ما بعدا منتظر باشین یک تشکری از دی سی پی منطقه و از پلیس هایی که در قرار است ما بودن هم خواهیم داشت. و بازم تقاضا است که همگی اشتراک کنیم. تقاضای تمام این مردم است که باید کلگی نپرسته است. تشکر. رفتم چیزا رو فوتوکپی کردم. تین سال جتنا بھی رکھے گا اس کے بعد تو ہمارے لیے کوئی راستہ تو نکال دے گا نا تو اب وہ بھی نہیں ہے ہم لوگوں پہ اس سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں چاہتے بس یہی چاہتے کہ ہمارے بچوں کی زندگی کے ساتھ کم از کم کھلواڑ مت کرو تو ان کا ہم کیا جواب دیں آپ دیکھو تین دن سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پریگننٹ عورتیں یہاں پہ آ کے بیٹھ گئی ہے اس گرمی میں یہاں تک کہ ہم لوگ رات گزارا یہاں پہ ایک پانی تک نہیں دیا کہ کولر لگائے اپنے بچوں کے لیے وہ تک ہمیں نہیں دیا لائٹ نہیں دیا کہ مطلب ہم لوگ کولر چلائے فون دیتے چارج کے لیے کہہ رہے نہیں ہوگا یہاں پہ کیا ہم لوگ انسان نہیں ہیں کیوں ہم لوگوں کو یہاں پہ پسایا ہے پھر اگر آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں پسایا کیوں ہے یہاں پہ کب تک برداشت کرے میری طرح جو میں 11 سال یہاں پہ گزارا میری طرح ادھر 15 سال ہے 20 سال ہے ایسے فیملی ہے کہ 11-12 سال یہاں پہ ہے ابھی تک اس کا کاغذ میں تاپا بھی نہیں ہوا سائن بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیوں ایسے کرتے ہیں آخر اگر آپ نہیں چاہتے تو ایک مہینہ کم از کم 6 مہینے کا تھا میں ہر چیز میں جو کام بنتا ہے انسان کا اگر ایمبیسی میں بھی جاؤ گے وہ 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں اس کے اندر اگر آپ چاہے بھی تو اس کو رکھے گے پتہ چلے گا نہیں رکھے گے تب بھی پتہ چلے گا لیکن یہ ایسا نہیں کرے گا جب تک رکھے گا کہ انسان مطلب کھانا پینا بھی تک انسان اپنے بچوں کے لیے نہ کر سکے بالکل بیکاری بن جائے تو اس کے بعد یہ آ کے ہمارے پیروں میں پڑے پھر کیا کریں ہم لوگ اوپر والا تو ہے ہمارے ساتھ وہ تو سنے گا اگر آپ نہیں سنو گے تو ہم لوگ یہاں نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے مانگ پورا نہیں کریں گے ہم لوگ یہاں سے نہیں آتیں گے چاہے مہینہ لگ جائے اس گرمی میں ہم نے برداشت کیا ہے اگر اس نے بجلی نہیں دیا کولر کو پانی بھرنے نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا پھر بھی ہم لوگ یہاں پہ راتیں گزارا ہے دو رات ہے ہم لوگ یہاں پہ میں خود یہاں پہ ہوں
میرا گھر نہیں ہے, میرے بچے نہیں, ہم چھوڑ کے آئے ہیں یہاں پہ, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بس اپنے پرابلم ہمارے سالو کرے, بس ہم لوگ جائیں گے یہاں سے جہاں بھی بھیجے گا. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ابھی اتنی افغانستان کی حالت خراب ہے, پورے ملکوں میں, جرمنی, کینیڈا, امریکہ, لندن تک سب چاہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ پسی ہوئی ہے, مطلب انڈیا میں جہاں بھی ہے, اس کو بھیجو ہمارے لیے, ہم وہاں پہ اس کو دیں گے, سیٹلمنٹ کریں گے. لیکن یہ نہیں کرتے, یہ کہتے مجھے نہیں معلوم, پورے دنیا کو معلوم ہے, انڈیا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوچھو افغانستان کے بارے میں, اس کو پتا ہے کہ ابھی کیا حالت ہے. ہم لوگوں کے فیملیاں وہاں پہ پسی ہوئی ہے, لائٹ نہیں ہے, ٹی وی نہیں ہے, انٹرنیٹ کام نہیں کرتے, وہ بےچاروں نیچے تہ خانوں میں ہے, چھپی ہوئی ہے, ڈری ہوئی ہے. تو ہم لوگ جا سکتے ہیں خانم سرایا برای مواجد چیزی گفتنی داشته باید در خدمتتون هستیم. تشکر. قسمی که شما میبینین امروز روز سومین روز دادخواهی مهاجرین فراموش شده و گیرمانده هندوستان است در مقابل دفتر یونسیار, که خواست همیشان تعیین سرنوشت است که سالهای سال اینجا ماندن. امیدوار هستم که ما یک نتیجه خوب بگیریم, تا زمانی که ما یک نتیجه یا جواب درست از دفتر یونسیار نگرفتیم دادخواهی ما ادامه خواهد داشت و ما تعیین سرنوشت میخواهیم, دیگه هیچ چیزی نمیخواهیم از یونسیار, بخاطر که ما مدت های طولانی است اینجا ماندیم, نه کار, نه تحصیل, نه زندگی, هیچ چیزی نداریم و برای همگی تکلیف رویی پیدا شده, ما دیگه توان و طاقت و سلاس همه ختم شده, فقط تایی سرنوشت مشکلات برای خود این دستک بفرمایید. سلام, خوب هستی ساعت شما خوب هستی. مشکلات مردم در اینجا به حد زیاد رسیده که حتی اینجا خودش به بینی رسیدن, در هر کامنده که ما تظاهراتی که در اینجا بسیارش کار ساختیم کامنت های نیمون ما تاوین میشیم, بخیر بیخی دو میزنن که برین از کشور مسلمانی شما تقاضا کنیم. ما میخواییم که همین بایسا ما رو اینسیار معرفی کنن, 14-15 سال ما تا وقتی دنگه به سرنوشت بشیم, تا وقتی اولادای ما به سرنوشت دنگه باشن, درس نیست, تحصیل نیست, کل نیست, بایسا نیست, تا که بود یک ترانسلیت بود, ترجمانی بود, حال خمام از بایده کرای خانه خود مردم پوره نمیتونه یک سرنوشت تعیین شود. ما اینجا فروخته شده, ما اینجا به سرنوشت چی کنیم که اینجا باشیم؟ گروه دیگه که از افغانستان نیست ما اونجا رفوجی شوند, ما بشینن اینجا, ما نمیگیم که جای ما رو وطن میکنن, خب شما اقلا یک تعیین سرنوشت کنید. مشکل کلگی نمیز که پای سرنوشت شما اینجا بخاطر از اینکه طالب هاست میبینن کل میدیا, کل جای کل خارجی ها میبینن که در افغانستان چی حال است. ما دیگه در اینجا بیخی بتنگ رسیدیم که ما بسوی بتنگ رسیدیم که تا شو روز اینکه قبول کردیم ششتیم در زمین گرم دیگه چیز نمیخواییم. ما دفتر اینسیار خواهش میکنیم, از دولت اینسیار خواهش میکنیم که ما رو سرنوشت ما رو تعیین کنه. تشکر از شما. سلام علیکم. Gracias.
جناب رئیس شورای بزرگان، ما گپ نمیزنم. پیام خاصی برای مهاجرین دارم. پیدا سر بگو که ما گپ دادم نه. یا راستی میگی؟ پس زنده کمیتاس جناب علوی صاحب رئیس شورای بزرگان گوگل، پیام خواستم برای مهاجرین افغان داشته باشم در خدمت هستم. سلام علیکم و رحمت الله. پیام خاص و بخصوص ما با تمام مهاجرین افغان این دیلی جدیدی است که اتحاد و همبستگی خود را حفظ کنند. اگر می خواهند که به اهدافی که در نظر دارند برسند، عدالت خواهی کنند، دادخواهی کنند و کلش برادروار دست به دست هم داده اطراف وسنوی ها را رها نکنند. مثل که سایر دوستا شما میبینید که روزانه هزارها نفر اینجا می مراجعه میکنه، شعار میده، عدالت خواهی میکنه در چوکات قانون و کلتور. و یک نمایش بسیار خوب شده که فعلا تمام همسایه ها از ما راضی و خوش هستند که ما بسیار به شکل عالیش عدالت خواهی میکنیم. خواهش ما از دوستایی است که به خاطر به دست آوردن ما آرزوهای ما، به خاطر تعیین سرنوشت برای اولاد ما، باید ما گسترده تر بسازیم تظاهرات خود، اعتصاب خود و بیشتر از این گشوده تر عمل کنیم. تا چه زمان طول خواهد کشید تظاهرات؟ تا وقتی که اهداف ما به دست ما نرسند ما اینجا ادامه میدیم. یک هفته، دو هفته امکان داره تا یک ماه. تا زمانی که دولت هند هم برش خدمت ما همکاری کنه، فشار به ملل متحده و خواستای مشروع مردم را باید قبول کنه. ممنون. تشکر. اگر حالا وقت هست که بسید. پیام داری برای افغانان؟
گفتگی زیاد است. بگرگید در دل تر از همین تجمع ما معلوم است گفتگی ما که بخاطر چی ما اینجا بریم. شما گفتنی چیزی دارین؟ ماست پیوش کنم ماست انشاءالله که کار نتیجه میده. امی یک چپ چپی خوب کردیم بچی کنم صبت ما چی نایی که همجرد شجاع بودن در داخل انشاءالله که کار نتیجه داده و کار نتیجه میده زحمت های ما بیادر نمیره دوستا خدا هم کلشان های اتفاق بده که میکاره برمازن پیش عدالت 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 We want answers. We want answers. We want answers.
کمیته داریم، نایب کمیته داریم، باید مای پیدا کنیم، مصاحبه کنیم. سلام علیکم هموطنان عزیز، ان شاء الله نتیجه خوب گرفتیم، دو قاسم ما را قبول کردیم نشار و اینمی جگه تعداد مارچ را جاتان شدن خاصی سیومون که ریسیتلمنت هست سپور لیتر هست او را ان شاء الله قبول میکنه. اینمی حالا از وزارت داخله آمده بود نفر، وزارت داخله هند، پولیس هند، همه فشار سر نشار انداخته دیگر. We want future. We want future. No more silence. No more silence. We want justice. We want justice. We want future. We want future. Unity. 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 Justice! 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 Justice!